اجرای حکم سالار شادیزادی گویا خوشبختانه به تعویق افتاده است. او در سن 15 سالگی متهم به ارتکاب قتل شد و دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرده است. سالار شادیزادی در حالی که در آستانه اعدام قرار دارد، با توجه به قانون مجازات جدید اسلامی مصوب سال 1392 میتواند اعدام نشود، اما با درخواست اعاده دادرسی وی مخالفت شده است. سالار شادیزادی تنها نوجوانی نیست که در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان به سر میبرد. اگرچه آمار دقیقی از نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند و حکم اعدام برایشان صادر شده در دست نیست، ولی گفته می شود بیش از 100 نفر باشند. بر پایه قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 به هیچ وجه نمی توان برای افراد زیر 18 سال متهم به جرایم تعزیری حکم اعدام صادر کرد. ماده 89 این قانون برای این جرایم حد اکثر 2 تا 5 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را مقرر کرده است. در رابطه با جرایم حدی و قصاص، اعدام نوجوانان زیر 18 سال تنها در مواردی که 3 شرط اصلی که به دانش، اراده و اختیار متهم باز می‌گردد تایید شوند، دادگاه می‌تواند حکم قصاص صادر کند. در ماده 91 این قانون آمده است که اگر متهم ماهیت جرم را درک نکند، نداند عملی که انجام داده حرام است و یا در رشد و کمال او شک باشد، نباید برای او حکم قصاص صادر کرد. متاسفانه اعدام‌های اخیر نشان می‌دهد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی حتی به قوانین خود نیز پایبند نیست، چه رسد به کنوانسیون‌ها و میثاق‌های جهانی. جمهوری در سال 1990 میلادی میثاق جهانی کودک را امضا کرده است و بنابراین متعهد به اجرای آن است. قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن کودک فاقد مسئولیت کیفری است، یکی از بندهای این میثاق است. در ماده 40 این میثاق آمده است که کودک نباید مجبور به دادن شهادت یا ابراز تقصیر شود. در ایران بازجویان و دادرسان کوشش برای گرفتن اعتراف و در بسیاری موارد اعترافهای اجباری و زیر شکنجه جسمی و روحی دارند تا در دادگاه نیاز به ادله نداشته باشند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اخیر از سوی گفته است که در جمهوری اسلامی اعدام زیر 18 سال نداریم و از سوی دیگر گفته است ما دلیلی نداریم وقتی فردی که 17 سال دارد و مرتکب قتل می شود حالا که 25 ساله است حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم. مسئله تعیین سن بلوغ است. در قانون کیفری جمهوری اسلامی که بر مبنای فقه تدوین شده است، مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است. مشکل دیگری هم که در بسیاری موارد موجب صدور احکام قصاص می شود، ناروشن بودن مرز بین قتل اتفاقی و قتل عمد است. در عمده کشورهای جهان، قتل عمد قتلی است که از پیش برنامه ریزی شده باشد، در حالی که بسیاری از نوجوانان محکوم به قصاص در جمهوری اسلامی در زد و خوردهای غیر قابل پیشبینی مرتکب قتل شدند. در ایران حتی تلاش برای نجات دادن نوجوانان از طناب دار هم میتواند جرم به حساب بیاید. در مرداد 1387 عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد که سرگرم جمع‌آوری پول برای پرداخت دیه بهنود شجاعی بودند به دادستانی فراخوانده شدند. حساب بانکی که باز کرده بودند به دستور دادستانی مسدود شد و این سه هنرمند متهم به تلاش جمعی به قصد تلطیف احساسات عمومی برای یک مجرم و قاتل جانی شدند. اون موقع اتفاق افتاده، یعنی یک کسی در اثر یه حادثه‌ای که نه حساب شده نبوده اتفاق افتاده کشته شده، شهید شده. ولی ما داریم میبینیم که الان چیکار داریم میکنیم. یعنی ما عاقلانه میدونیم که ما میتونیم یک کسی رو دستور بدیم که قصاص بشه، میتونیم نکنیم. اگر مثلا فرضاً من برای فرزند من این اتفاق افتاده بود، من این طناب رو بندازم گردن این پسر، من شب خوابم میبره. من یعنی فرداش من بیدار میشم آر طبیعی دیدم نه نمیتونم. یعنی اگر من یه همچین عملی انجام بدم، این
اون وحشت اصلا تمام زندگی منو خراب میکنه، برای اینکه من با دست خودم یه همچین کاری کردم، اونو با دست خودش نکردم، اون در یه اتفاق بوده. تفکر کردم من خدایا من دارم میرم، یه کاری کن من فردا صبح راحت چشمان با کنم. عزت الله انتظامی بود که برای یکی از نوجوانان محکوم به اعدام از خانواده مقتول تقاضای بخشش میکرد. این صحنه ها بخشی از فیلم آنها روزی هزار بار میمیرند زهرا علی اکبری است. بسیاری از نوجوانانی که از ابتدای جمهوری اسلامی اعدام شدند ناشناس ماندند، ولی برخی از پرونده ها هم جهانی شدند، ولی با این وجود از چوبه دار نجات پیدا نکردند. زندانی به نام زهرا هستم. یه سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. شما ای انسان‌های آزاد منو نجات بدید. دیگه اتفاق تصادفی بود. خواهش می‌کنم منو نجات بدید. من می‌خوام زنده بمونم. من می‌خوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگیمو طی می‌کنم. ممکنه هر لحظه منو به پوه چوبه دار ببرن. من از شما میخوام که صدای منو به گوش تمام مسئولین برسونید. آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ صدای بهنام زاره از زندان عادل‌آباد شیراز چند روز قبل از اجرای حکم اعدامش در 26 اوت 2008 میلادی برابر با 5 شهریور 1387 بود. او در سال 1384 در نزاعی با یک همسن خود به خاطر یک کبوتر او را به قتل رساند. عیاض مرهونی و محمود عسکری ژوئیه 2005 برابر با تیر ماه 1384 در مشهد و در ملأ عام اعدام شدند. این دو جوان عرب ایرانی با خانواده‌هایشان در زمان جنگ به مشهد مهاجرت کرده بودند. اتهام آنها لوات عنف بود. به زبان دیگری این دو هم جنسگرا بودند. مکوان مولودزاده هم در ژوئیه 2007 میلادی یا شهریور 1386 در کرمانشاه اعدام شد. برای نجات مکوان کارزارهایی در سراسر اروپا به راه افتادند. مقامات جمهوری اسلامی قول دادند که مکوان اعدام نخواهد شد، ولی ناگهانی او را بالای دار فرستادند. مکوان 15 ساله اتهامش تجاوز به سه پسر بچه 13 ساله بود که شکایتی از او نداشتند. سعید قمرزهی 17 سال داشت که در زندان زاهدان اعدام شد. اتهام او نسبت خانوادگی با برخی از عناصر جندالله بود. سعید قمرزهی قبل از اعدام شکنجه شده بود. یکی از جنجالی ترین اعدام های نوجوانان اعدام دختر 16 ساله‌ای به نام عاطفه رجوی سهاله بود که در تاریخ 25 مرداد 1383 با حکمی که در عرض یک هفته صادر و به تصویب دیوان عالی رسیده بود اعدام شد. قاضی که حکم را صادر کرده بود حاج رضایی شخصا طناب دار را به گردن این دختر انداخت که اتهامش جریحه کردن عفت عمومی بود. عاطفه که به گفته دوست و آشنا دچار اختلال روانی بود، قبلا در سه مورد به 100 ضرب شلاق به جرم رابطه نامشروع محکوم شده بود. اولین بار در 13 سالگی عاطفه را شلاق زده بودند. عاطفه آخرین باری که بازداشت شد، مکرر توسط یکی از اعضای سابق سپاه در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بود. مرد متجاوز که علی دارابی نام دارد به شلاق محکوم شد، ولی حکم عاطفه که برای پنجمین بار به اتهام زنا محاکمه می شد اعدام بود. برای نجات جان دلارا دارابی که روز اول ماه مه 2009 اعدام شد، در سراسر جهان مردم به خیابان آمدند و در مقابل مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی دست به اعتراض زدند. دلارا قتلی را که توسط دوست پسرش انجام گرفته بود به گردن گرفت، زیرا فکر می کرد به خاطر 17 ساله بودنش اعدام نخواهد شد. اگرچه بعد در دادگاه این اتهام را انکار کرد، ولی قضات بر مبنای اعتراف اولیه حکم اعدام برای او صادر کردند. دلارا قبل از زندان پیانو می نواخت و شعر می گفت، ولی در زندان به نقاشی روی آورد و نقاشی های او در نگارخانه گلستان تهران با عنوان زندانی رنگ ها به نمایش در آمدند و مورد استقبال قرار گرفتند. این تابلوها در برلین هم به نمایش گذارده شدند. در جمهوری اسلامی تا کنون بر مبنای اطلاعات کمیسیون حقوق بشر افغانستان حداقل دو نوجوان افغان به اتهام شرکت در قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و 15 نوجوان دیگر هم در انتظار اجرای حکم هستند.
بنابر آمارهایی که سازمانهای حقوق بشری ارائه دادند، در 10 سال اخیر 73% از نوجوانانی که در جهان اعدام شدند در جمهوری اسلامی سرشان بالای دار رفته است. غیر از ایران، در پاکستان، عربستان، امارات متحده عربی، یمن و سودان احکام اعدام برای نوجوانان صادر می شود. هفته گذشته، جوانی به نام شفقت حسین که در 14 سالگی مرتکب قتل شده بود، در سن 25 سالگی در پاکستان اعدام شد.